درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. ببینم ایور بنازمت آفرین آقا آفرین. این کلیپی است که در ساعات اخیر در فضای مجازی منتشر شده. دختری با شجاعتی کم نظیر در یکی از میدانهای اصلی شهر علی گودرز در استان لرستان به روی سکوی رفته و تصویر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش کشیده و به رهگذران اجازه می‌دهد تا از او فیلم بگیرند. تردیدی نیست که این دختر لر می‌داند در صورت بازداشت توسط ماموران امنیتی مجازات سختی در انتظارش خواهد بود، ولی با این وجود با جسارت و شجاعت تمام حاضر می‌شود تصویر رهبر جمهوری اسلامی را در ملأ عام و به صورتی کاملا نمادین به آتش بکشد. این رویداد نشان می‌دهد جان مردم از ظلم و ستم و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی سران نظام جمهوری اسلامی به لبشان رسیده و دیگر از زندان و شکنجه و حتی مرگ هم هراسی ندارند. روز دوشنبه 26 اردیبهشت اعتراضات در برخی شهرهای ایران همچنان ادامه داشت. طبق گزارش‌های مردمی و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، بیشترین اعتراضات در شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری بوده. شهر کرد 26 اردیبهشت 1401 دوشنبه اعتراض دوباره شبانه. کلیپ‌هایی از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان و کتک زدن آنها به شکلی وحشیانه در فضای مجازی منتشر شده. چند کلیپ هم چندین معترض را غرق در خون نشان می‌داد. اما علارغم وحشیگری ماموران که قطعاً به دستور مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله رهبر انجام می‌شود، معترضان دست از اعتراض بر نداشتند. روز دوشنبه اولین نشانه‌های اعتراض در تهران هم دیده شد. شکل‌گیری حلقه اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2/401. در یکی از کلیپ‌ها دو جوان دیده می‌شوند که یک سطل زباله را در اطراف میدان ونک به آتش می‌کشند. کلیپ‌های منتشر شده از حضور گسترده نیروهای امنیتی در برخی از مناطق تهران به ویژه در اطراف صدا و سیما حکایت دارد. تهران روز دوشنبه شاهد اعتصاب و اعتراض کارمندان و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی هم بود. رانندگانی که در شعارهایشان خواستار استعفای شهردار بسیجی تهران بودند. علیرضا زاکانی شهردار بسیجی تهران که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کنار کشید، در جمع معترضان حاضر شد و در کمال بی‌شرمی گفت از اعتراض آنها تعجب می‌کند. اصلا تعجب نکنم از اعتراض. زاکانی و دیگر مقامات ارشد که سالهاست با خوردن و بردن از سفره پرنعمت انقلاب از درد و رنج مردم بی‌خبرند، نمی‌دانند چرا مردم اعتراض می‌کنند. اما آنهایی که امروز از جانشان گذشتند و به خیابان‌ها رفتند می‌دانند چرا اعتراض می‌کنند. من راننده تاکسی داره دولت 400 تومان بهم میده، ولی میدونه ما چقدر داره میخواد ازم میبره دولت. خب درسته من 20 سوادم، سواد ندارم، ولی الان ماشین حساب میارم، حساب میکنم براش. خب ما 400 تومان که به من میده به جاش ما 5-6 میلیون از من میبره، چون ما 400 تومان به من بده. خب من میرم روغن 400 تومن، میرم بار 70 تومن. من راننده تاکسی، خب قبل از اینکه بهم بدن من نمیتونم یه مرغ بخورم با یه برنج. حالا که این شد، خب دیگه هیچی، باید یا آب خالی یا نوشابه با کیک بخورم یا برم دوزی. در این بین برخی از شهرهای سرشناس هم از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. شهرام ناظری خواننده محبوب ایرانی در گفتگویی اعتراضات مردم را به حق دانست و گفت شایسته مردم ایران نیست که برای پیدا کردن غذا سرشان را در سطل آشغال فرو ببرند. ناظری گفت مردم حقشان را می‌خواهند و باید حقشان را بگیرند.
بله والا پیام که طبیعتاً مردم خب نوعی حق خویانن و توان که چون حقیان زایبیه توان واقعاً و او استقاقی که دیرن بالاخره لنظر زندگی لنظر معیشت و هر نظری که خب ارام او جوری که شایسته هم بیه واقعا انجام نیوه و هر یسته که دی ایسه کمی و قول معروف دید جوش آوردنه دادیان در حاتیه و یا تقیان تو و چشت طبیعیه که مردم ورسگن گرستن و یا درست نیه که مردم های سریان ها نوست زباله بود و به اصطلاح شرمنده جنمنالی هم بون و خانو عادل بالاخره قشنگ مشخص است که مردم تانه لتنگنا فره فره لتنگنا قرار گردنه و خو حقیان توان فره طبیعیه و باید حقیان بگرنه تو. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار کلیپی در فضای مجازی ضمن حمایت از معترضان به خانواده های جان باختگان اعتراضات اخیر تسلیت گفت. پیام ویژه‌ای دارم به هممیهنانم در چهارمحال بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شهرهای دیگر و شهرستانهای دیگر مملکت. در این روزهایی که گذشته همه شاهد تلاش‌ها و فداکاری‌های هممیهنانمون بودیم و هستیم. بدونید که تنها نیستید، بدونید که من و خیلی های دیگر با شما هستیم و صدای شما همچنان هستیم و خواهیم بود در سرتاسر جهان تا بدانند که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست و در این لحظات حساس از همه چیز مهمتر یک صدایی و اتحاد ماست تا روزی که بالاخره پیروز بشیم و آینده بهتری رو با هم بسازیم. همدردی خودم رو با تمام خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن از صمیم قلب تسلیت میدم و با شما همدرد هستم. شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من در این روزگار خارجه و مناسب نیست. نه تنها از حوصله من خارج و مناسب نیست، بلکه از حوصله و روحیه مردم در این روزگار خارجه و مناسبه این با نهایت جشن بگیریم. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، کامنت بذارین و لینک ویدیوهای ما رو برای دوستانتون هم بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، لطفاً روی کلید جوین کلیک کنین.